بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید، در هر گوشه گوشه از این جهان پهناور، در این دنیای زیبای خداوند که هستید، بویژه اگر در کشور زیبای ما کشور افغانستان بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده روشن و تلویزیون جهانی هادی هستید، آرزوی ما برای شما عزیزان صحتمندی و سلامت است. انشاءالله همیشه سلامت باشید و امیدوارم که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. امروز چهارشنبه است و به رسم همیشه چهارشنبه ها مهمان خوب برنامه ما خانم شریفه علیزاده، کارشناس علوم تربیتی هستند. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت شما خانم اینجان و بینندگان خوب این برنامه. هر جایی هستین انشالله جور سعدمند باشین و روزگار به شما خوش و خورم باشه. در خدمت شما هستیم. بله، بسیار تشکر از شما خانم علیزاده. اول از همه برای بینندگان عزیزی که ممکنه نو به جمع ما پیوسته باشند و موضوعی که چهارشنبه بررسی میشه را متوجه نباشند، یک توضیح بسیار مختصر بدید، باز به سراغ سوال امروز برنامه بریم. همطور که بینندگان قبلی برنامه ما متوجه هستن و انشالله بینندگانی که جدید هم وارد برنامه شدن بسیار خوش آمدن، موضوع بحث ما به طور کلی بررسی اختلالات رفتاری هست، به ویژه در کودکان که ما میایم اینا را صحبت میکنیم و دلایل اونها را و راه های درمان اونها را بیان میکنیم. خود در برنامه گذشته ما از اسادت گپ زدیم، دوزی کودکان گپ زدیم، پرخاشگری، خجالت بودن، بیشفعالی و خیلی مسائل دیگر را در موردش صحبت کردیم. خب بالا در این برنامه موضوعی که موضوع امروز برنامه را شما بفرمایید. بینندگان عزیز و محترم، برنامه گذشته را میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، از طریق فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات هم میتونید برنامه ها را ببینید، انشالله استفاده هم بکنید. اگر کدام سوال در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح شده دارید و یا اگر کدام پیشنهاد دارید و میخواهید که حتما در برنامه مطرح شود و کارشناسان محترم در مورد او برای شما صحبت بکنند، حتما از طریق شماره تماس برنامه که زیرنویس میشه با ما در ارتباط شوید و ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتون را برای ما روان میکنید. اما موضوعی که امروز خانم علیزاده در خدمت شما هستیم چیست؟ بله، امروز بخیر دوست داریم در مورد اختلال دروغگویی در کودکان گپ بزنی. ممنون شما هستین. یعنی خانم علیزاده، دروغگویی کودکان میتونه تبدیل به یک اختلال و یک مشکل هم شود؟ پس وقتی از خانم علیزاده که برخی از اطفال به ویژه اگر سن و سالشون کمتر باشه، مثلا 5 ساله 6 ساله، اینا یک حرفایی رو میزنن، یک دروغایی رو میگن که بسیار عجیب به نظر میرسه، یعنی پدر مادر بخی تعجب میکنه. مثلا ما یک روز در یک جایی بودیم، دختر خانه یک دخترک بسیار خرد بسیار شیرین سخن هم داشت، از بیرون آمد گفت مادر در سر سرک نه یک اجدرها است بسیار بزرگ است و همه رو میخوره. باز خب کاملا معلوم است که دروغ است و یک شیرین سخنی پنداشته میشه، ولی اگر این مسئله تکرار شود خانواده حقیقتا بسیار نگران میشن که چرا این گونه است. درسته. ببینید، دروغگویی یک نوع انحراف است، یک رفتار نادرست و ناشایستی است که اگر در کودکان بمانه با شخصیت اونها عجین میشه و جزء شخصیت اونها میشه که در بزرگسالی باز بسیار مضر است و تبعات بسیار منفی را داره. پس بنابراین بسیار مهمه که پدر و مادر گرامی سعی کنن که یک مدیریت و یک کنترل صحیح داشته باشن و یک سبک فرزند پروری صحیح داشته باشن که تا انشالله دوچار مشکلات نشن، دوچار عواقب دروغگویی نشن، چون وقتی جزء شخصیت باشه دیگه سخت تغییر بدن. خانم علیزاده، خب عموم اطفال وقتی که خب خردتر هستن دروغ میگوین، بوز وقتی که کلانتر شدن ایره اعلام میکنن. درسته. ببینید، به طور نرمال کودکان از 2 سالگی دروغ گفتن شروع میکنن. خب تا معمولا تا 12 سالگی برطرف میشه، چرا که خیلی از بچه ها در سن زیر 10 سال که هست
تبعات دروغگویی را متوجه نمیشن، نمیدانن که راست با دروغ چی فرقی داره و اگر ما دروغ بگیم چی مشکلاتی در پی خواهد داشت. و کم کم که کلانتر میشه میفهمه که دروغگویی ما نتیجه بسیار منفی داره، کم کم سعی میکنه او را اصلاح کنه و کنار گذاشته شود. با تذکراتی که والدین میده، اما گاهی وقتا والدین متوجه نمیشه یا تذکر نمیده یا روش صحیح دو یاد نمیده، خواهی میشه جزی از عادت کودک، جزی از شخصیت کودک که با همین روش کلان میشه. وقتی که کلان میشه، بزرگسال میشه، باز هم دروغ میگه، دروغای کلانتر میگه. خواهی باعث میشه که یک نگاه منفی دیگران نسبت به او داشته باشه و کسی گپ از او را قبول نداشته باشه. چرا که از خوردی که وقتی دروغ گفته اصلاح نشده، در بزرگسالی متاسفانه نمیتونه جلو خود بگیره و جزء عادت از او میشه و این بسیار برطرف کردن سخت میشه در بزرگسالی. پس بهتر است که در کودکی سعی کنیم که ما این مشکل برطرف کنیم و حق بدیم به کودکان، چون که گفتیم در زیر 10 سال اون متوجه نمیشن که دروغگویی چه تبعات منفی را به خود داره. خواهرزاده، یک چیزی که ما در فرهنگ دینی خودمان داریم است که باور داریم به اینکه دروغ ام الخبائث است و به شدت خانواده ها نهی میکنه از این مسئله، حساس هستن نسبت به دروغگویی. ولی خب یک اتفاقی این وسط در هنگام تربیت اطفال قاعدتا میفته که برخی از اطفال نسبت به دیگه اطفال تمایل بیشتری به دروغگویی دارن. ما میخوایم شما در مورد همین صحبت کنید. چی باعث میشه که برخی از اطفال گرایش پیدا میکنن به دروغگویی؟ ما میخوایم در مورد علت ها، عوامل و زمینه هایی که باعث ایجاد دروغگویی میشه. خب ببینید، پدر راستگو، مادر راستگو، یا بین چند طفلی که داره مثلا دو تا سه تاش بسیار رفتار صحیح و شایسته داره، اما یک از اینو دروغ میگه. خب علت این که چی میشه در یک خانواده ای که حتی پدر و مادر راستگو هستن و رواج نداره دروغگویی، چی میشه که یک تیپ از اینا دروغگو میشه؟ خب همین عواملی که بررسی کنیم خدمت شما یک به یک ارائه بدیم. اول اینکه گاهی وقتها شیوه تربیتی بعضی از پدر و مادرهایی رقم که است که کودک خود بسیار تحقیر میکنه، سرزنش میکنه. مثلا کدام خطایی کوچیکی کرد بسیار رو سرزنش میکنه و این کودک برای اینکه فرار کنه از تحقیر پدر و مادر دروغ میگه. مثلا کدام کار ناشایستی کرده و میدونه که وقتی به خانه برگرده پدر رو سرزنش میکنه، مادر رو سرزنش میکنه که تو همیشه خرابکاری میکنی، تو همیشه همین رقم هستی، تو هیچ کار صحیح انجام نمیدی. چه رایج‌ترینش خانم الزاده میمونه که در نمره کامیاب نمیشه، در مکتب بازم رو دروغ میگه. همیشه همین رقم هستی، بعضی جور گپ ها باعث میشه که بچه دروغ بگه. مثلا کودک در خیابون راه میره، خب زمین میخوره و پایش مثلا زخمی میشه، باز می پیش مادر گریان کردن پای من زخمی شده و مادر میگه توی راه رفتن بلد نیستی، و همیشه همین رقم هستی، همیشه درست صحیح راه رفتن نمیتونی، چی رقم هستی، پیش پای خود نمیبینی، و خیلی توجیهات دیگه، یک سرزنش هایی که ما مادر میکنیم. خب چی رقم میشه؟ یک کودک دفعه بعد میگه من فلانی هول دادم، یا میگم مثلا کدام بچه همسایه یا کدام فامیل دمه دست زد من افتادم. خب یک دروغی میگه به خاطری که تحقیر نشه، به خاطری که سرزنش نشه، چون مدام پدر و مادر رو سرزنش کرده. پس یکی از علتهای دروغ گفتن کودکان اینه که سرزنش و تحقیری است که از طرف والدین به او ایجاد میشه. یکی دیگر از علتهای دیگر جلب توجه هست. بسیاری از کودکان ما برای اینکه نیاز دارن به جلب توجه، برای اینکه دیده شوند در خانواده، برای اینکه محبت پدر و مادر را جذب کنن، دروغ میگن. خب چی رقم؟ صد یک مثال بذارم. مثلا کودکی رفته مکتب، خب همیشه نمرات مناسبی نداشته. یک روز میشه شاد خندان در خانه میگه مادر جان من امروز نمره اول کلاس رو دارم، یا درس ریاضی خود یا کیمیای خود من نمره اول گرفتم. خب باعث میشه که جلب توجه مادر، میگه آفرین بچه من، بسیار کار خوب کردی، من خوش کردی. پدر میگه آفرین بچه من. وقتی که جویا میشین بعدن میفهمی که نه، یکی دروغ بوده و اصلا این بچه شما در این نمره، در این مضمون نمره خوبی نگرفته، اما برای اینکه جلب توجه کنه، برای اینکه محبت شما را جذب کنه، میداخانه دروغه میگه. خانم زاده، من مورد به ذهن هم رسیده، مثال میزنم شما بگید که علتش چی میتونه باشه. یک دختر خانم، یک خانم بود که از دختر خانمش میگفت که نمی دختر از من، وقتی که پدرش به خانه میاد
یک حرفایی میزنه که بخیر من تعجب میکنم که از کجا این حرفا رو به ذهنش رسیده. مثلا میگه در خانه ما امروز پدر جان خاله جانم اومد 10 نفر دیگر هم آورد، مثلا چقدر خرج کردن، چقدر خانه را مثلا به هم ریختن، نمیدونم فلان کس اومد فلان کار کرد، یک چیزایی رو میگه که حتی باعث تنش و باعث مشکل در خانه و خانواده میشه. و من ایران میمونم که خدایا این چی بگویم، چون پدرش میگه طفل از طفل که دروغ نمیگه، طفل که راست میگه و دلیلی نداره. خب این از چه قسمی میتونه باشه؟ خاطر اینکه جلب توجه کنه پیش پدر خود، خود خوشنمایی کنه، به قولی سعی میکنه که یک داستانهایی را پیش خود درست کنه و پیش پدر نقل کنه، چرا که اون لحظه پدر تمام توجهش به این کودک است که خوب بچه من دیگه چی شد، دیگه نقل کو چی گفت چی نگفت. و همه اینها باعث میشه که برای لحظاتی به قول من چشم و گوش پدر به این دختر کوچک خانواده باشه که چی میگه. اگر شده خیال بافی میکنه، داستان سرایی میکنه، بله بله. بسیار مثلا یک داستان مفصل و موجهی را هم ارائه میده که پدر باور میکنه و ایران میمونه مادر کی از کجا آمد. یک دلیلش میتونه خیال بافی باشه و خیال بافی و رؤیا بافی که کودکان دارن باعث دروغگویی میشه. خیلی از کودکان ما در رؤیای خوب رفیقی داره، یا فکر همون مثالی که شما داستانی که گفتین که سر کوچه یک اجدا آمده و کلی آدما رو میخوره، حالا کم مونده در خانه ما برسه. خب این خیال بافی هایی هست که کودک داره، رؤیاهایی هست که کودک داره و حالا داستان میشنوه، فیلمی میبینه، بالاخره اینها رو در ذهن خود داستان سازی میکنه و میاد نقل میکنه، بسیار موجه که به این خاطر باز هم با این خیال بافی ها جلب توجه دیگران را در خود جذب. خود نمی طفل متوجه است که ما دارم دروغ میگویم، یا که در عالم خیالش نمیتونه تفکیک بله. بده با عالم واقعی بله. و یکی که بچه‌ای که زیر 10 سال معمولا به تبعات دروغ اطلاعی نداره و نمیفهمه که همین گپ ما که دروغ است، بازی تبعات منفی داره، باعث میشه که دیگران به من نگاهش عوض شونه، یا یک مرد یک فرد دروغگو میدونه و حرف مرد دیگر راست مرا باور نکنه. چون اینا رو نمیفهمه، تفاوت بین دروغ و راست تشخیص داده نمیده، فقط به دنبال جلب توجه است. یک میان برنامه رو ببینیم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي وحسين الشهيد ومحمد المهدي خب بینندگان عزیز و محترم، ما شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و همچنان گفتگو میکنید با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده در مورد موضوع امروز دروغگویی کودکان. خانم علیزاده، شما در مورد یک علت از علل دروغگویی صحبت کردین و او خیال پردازی و خیال بافی کودکان است. من میخوام که بیشتر در همین مورد صحبت کنم. خب چون خیال پردازی و رؤیا پردازی مختص دوران کودکی است و یک چیز کاملا طبیعی است که کودکان ما در این سن خب خیال پردازی میکنه، آنچه را که دوست دارن، اون دنیای خیالی که خودشان را دوست دارن، در اون دنیا تخیلات داره، قهرمان و داستان میشه، این را سعی میکنه ایجاد کنه، ولی به صورت حیوانی باشه، ولی به صورت انسانی باشه، داستان هایی که درست میکنه و میاد نقل میکنه و بسیار با آب و تاب، بسیار موجه، بسیار درست و صحیح صحبت میکنه که کلی شما شاید باورتون بشه و تعجب میکنه که چه رقم این ذهن کودک این تخیل بزرگ داره که چگونه داستان به این قشنگی رو سرهم کرده و به یک نتیجه رسیده. خب بعضی کودکان در این زمینه بیشتر هست، خیال پردازی های بیشتری داره که گاهی وقتا والدین حتی نگران میشه که این کودک ما یا سالم هست یا نه، چرا شب و روز خیال پردازی به سر میبره.
کودکانی که معمولا تک فرزند هستن یا همبازی ندارن، تنهایی بیشتری رو تجربه میکنن، بیشتر به خیال پردازی رو میارن، بیشتر چون فیلم میبینن، چون داستانهایی رو میبینن عجیب و غریب، بعد سعی میکنن بر اساس همون داستانها در رویای خود داستان دیگری رو درست کنن. پس کودکانی که همبازیهای واقعی ندارن، کمتر در دنیای واقعیت بازی میکنن، معمولا به رویا پردازی روی میارن. و یکی دیگه میتونه استعداد باشه که اینجور کودکان در کودکی با بیان خود، با صحبت خود میگن، وقتی کلانتر شدن باز مکتب برن، حتی میتونن قلم بسیار خوبی داشته باشن و اینها رو بنویسن، داستان رو بنویسن. یعنی اونجایی که مستعد نویسنده، بله، مستعد باشه برای نویسندگی، مستعد باشه برای شاعری، و وقت کلانتر باشه حتی مستعد باشه برای کارگردانی، که میتونه همین انیمیشن هایی که ما میبینیم کارتونی ساخته میشه و بسیار جذاب و بسیار خیال پرداز است، بله، که شما بله. میبینید بچه‌ها از دیدن اونها لذت میبرن. این ناشی از خیال پردازی ها و رویاهایی هست که او کارگردان داشته، که میتونه ریشه در کودکی از او داشته باشه. پس همیشه نباید موجب و مایه نگرانی باشه برای پدر و مادر. نه، همیشه موجب نگرانی نیست، اما اگر دیدین که احساس نگرانی کردین، سعی کنین که کودک خود با او گپ بزنین و بگین بچه‌م، صحبتی کردی یا این داستانی که در شما نقل کردی بسیار قشنگ و بسیار جذاب است، اما خب میدونی واقعیت نداره. مثل اون مثالی که شما فرمودین که وقتی که پدر خانواده میآید و در از داستان مثلا که امروز خاله اومد و مهمان آورد و مادر چی پخت و چی خوردن و چی گفتن، خب بگیم داستان خیلی قشنگی بود، بچه ما داستان خیلی قشنگی بود، اما داستان بود، یعنی واقعیت نداره. اگر خیلی مهرزاده اصرار کردی طفل که نه، امی داستانی که من گفتم داستان نیست، این واقعیت است، بله. این میتونه ای هنوز هم ادامه امو دروغگویی است، یا بله. خدای نکرده بله. میتونه نشان دهنده یک مسئله جدی تر باشه. دروغگویی خود که سعی کنید که اگر دو بار سه بار باز تکرار شد، شما سعی کنید علت از اون رو پیدا کنید که چرا کودک من این چنین است. باز در راه درمانش انشالله بیان میکنه. بله بله. چرا هم درمان میشه. خب از علتهای دروغگویی گفتیم چند نمونه رو. یکی این که گفتیم جلب توجه میتونه باشه، خیال بافی میتونه، و یکی تنبیه شدید والدین. گاهی وقتا متاسفانه مخصوصا در جوامع سنتی که مردم ما زندگی میکنن، بسیار نسبت به یک خطای کودک تنبیه بسیار شدید رو داریم. مثلا ما بین خانه وقتی یک عدد استکان شکسته، کودک از ترس اینکه مبادا مورد تنبیه والدین قرار بگیره، چون میدونه کلمه استکانی که شکسته حال پدر مادر خوب لط خوب میکنه، بله. پدر لط خوب میکنه، پس پناه میاره به دروغگویی. و وقتی مادر میپرسه خب این استکان ما بین خانه کی شکسته رها کرده رفته، کسی به عهده نمیگیره. او میگه خب مثلا هم کودکی که حتی کار کرده، میگه مثلا یک گربه اومد باید شکستن ازشون، یا بچه همسایه آمدی رو شکست. پس ببینیم مسئولیت خطای خود به عهده نمیگیره، چون بسیار سنگینه، چون میدانه که اگر مسئولیت به عهده بگیره و بگه من استکان شکستم، قطعا یک تنبیه بسیار شدیده و دنبال داره. پس بنابراین برای خطاهای کوچک فرزندمون تنبیه های شدید در نظر نگیریم، چرا که عواقب دروغی رو در همین زمینه بازم و خاطر محمد که یک دوستان میگفت که ما در قریه که زندگی میکردیم یک خانواده بود که هیچ پدر و مادر بسیار آرام، بسیار ریلکس به قول مردم الان، ایت گپ نمیزدن اولاد خود این کار بکن اون کار نکن اینها. بعد بسیار جای تعجب که نمینا اولادشون از همه کده بهتر برامون نرمال تر، بله، خوب شده بود. وقتی که ما بخوایم بسیار مثلا برای یه خطای کوچک کودکمان بسیار یک واکنش شدید انجام بدیم، باعث میشه که هم اعتماد به نفس از او ضعیف شه و هم که پناه بیاره به دروغگویی برای اینکه سرزنش نشه و هیچ وقت قبول مسئولیت نمیکنه خطای خوده، چون میترسه که باز هم تنبیه میشه. پس بنابراین خطاهای کوچک رو به راحتی چشم پوشی کنیم، نباید اینقدر بزرگ و کلانش کنیم. یک تصور خام از فکر میکنم کاملا اشتباه در ذهن ما شکل گرفته که تربیت کردن ما مساوی با تنبیه کردن در نظر میگیره. متاسفانه در جامعه سنتی ما نسل در نسل همی به قول معروف که یک عنعناتی شده، یک فرهنگی شده، که فکر میکنم این بچه از کودکی که سخت و محکم و سفت که جلوی کار از او رو بگیریم، او بسیار تاثیرگذار است و دیگر دنبال کار خطا نمیره. در حالی گاهی وقتا چشم پوشی کردن، گاهی وقتا دیدن خطا و به زبان نیاوردن بهترین شیوه تربیتی میتونه باشه، که و کودک طوری رفتار کنه که او میفهمین که خطایی کرده اما بر روی خود نمیاره. این رقم کودک بیشتر تاثیر میپذیره. خب از عواملی که باعث ایجاد دروغگویی میشه، یکی این کس که والدین ما انتظار بیش از حد داشته باشه از کودک خود، بیشتر از توانایی از او انتظار داشته باشه. با یک مثال خدمتتون عرض کنم، مثلا بچه من میره کلاس نقاشی،
بچه مامایش هم میره کورس نقاشی. هر دور من با ثبت نام کردیم وارد یک کورس نقاشی شده. ولی من میبینم که بچه مامایش بسیار پیشرفت کرده در نقاشی. بسیار یک نقاشی مقبولی میکشه که میاد باعث تحسین همگان میشه. ولی بچه من چندان پیشرفتی نکرده. خب پس من کاری باید بیام این علت رو بپرسیم که واقعا چیه؟ چرا بچه من او پیشرفت نکرده؟ ولی گاهی وقتا والدین میاد سرزنش میکنه، تو از بچه مامای خود چی کم داشتی؟ چرا او اینقدر مقبول نقاشی میکنه؟ تو عمو سینفا میری، عمو استاده داری، عمو خرجه میکنی، چرا تو هم مثل زور عمو رقم نقاشی نمیکنی؟ چرا خواهم علزاده؟ به این خاطر که بچه من شد این استعداد نداره. شاید اون جن و اون استعداد و اون زمینه نقاشی در بچه مامایش باشه، در بچه من نیست. من مادر باید بشناسم که فرزند من چه استعداد داره، در چه زمینه ای توانایی داره، در همون زمینه هدایتش کنم، در همون زمینه خرجش کنم، در همون زمینه کورسی بفرستم که در همون زمینه رشد کنه. مثلا ممکنه بچه من یادگیری زبانش خوب باشه، هنر نقاشی رو نداره، مثلا مکانیکش خوب باشه، مثلا در درس ریاضیش پیش باشه. خب پس ببینین، باید من استعداد شناسی کنم، نباید توقع بیشتر از توان از کودک خود داشته باشم که بگم الا چون بچه مامایت نقاشیش خوب است تو حتما کم داری، چرا یه رقم هستی، چه مشکل داری؟ باور به تفاوت انسان ها نداره. فکر میکنم یک کارخانه انسان سازیست همه کپی هم مثل هم باید به اندازه هر انسانی در این کره زمین به همون اندازه استعدادهای نهفته ای داره که باید شناخته. هر کس منحصر به فرد از استعداد. استعدادی که به من هست ممکنه به برادرم نباشه و خواهر من نباشه. پس بین اولادای من امیر قم است که متفاوت است و هنر یک پدر و مادر این است که این استعدادها را بشناسه و بر اساس هر استعداد هر کودک سعی کنه او را هدایت و راهنمایی کنه، چون این رقم آینده درخشانی داره و کودک از همون کاری که میکنه، تحصیلی که میکنه، کورسی که میره و یا خرجی که شما میکنه یک بهره و یک ثمره مفید میبینه. تا اینکه کودک من هیچ استعداد نقاشی نداره، من تمام خرج و هزینه و تلاش خودم میکنم که بچه من نقاش شد یا بچه من دکتر شد یا بچه من انجینیر شد، در حالی که مثلا اهل این هون کار نیست. خانم علیزاده، وقتی که شما این مسائل رو میگید، من هر بار در جلساتی که همراه شما مورد عینی داره دیگه در جامعه ما، خب به ذهنم میرسه که واقعا چقدر نیاز است که پدر و بیویژه مادر به عنوان والدی که همیشه در خانه بالای سر اولادایش است و در فرهنگ ما تاثیر بسیار زیادی در تربیت اولاد داره، چقدر مهمه که خود این مادر یک فرد تحصیل کرده باشه، یک فردی باشه بتونه این روش‌ها رو انجام بده. اگر یک مادر بسواد باشه، نکته بسیار عالی رو اشاره کردیم. ببینید گاهی وقتا ما تربیت ما الگوپذیر است از فامیل ما. میگیم که چون زن بیادر ما اولاد خود یه رقم تربیت میکنه یا دهی کورسا رو میکنه، من رقم امضا میکاره کنم، چون بیادر ما خواهر ما کار میکنه، من اولاد خودم می رقم تربیت کنیم، چون آموزشی برای تربیت نیافتیم. ما فرزند آوردیم، علی فرزند پروری یاد نگرفتیم. بله دقیقاً، به این خاطر چون آگاهی ما کم است. چرا آگاهی ما کم است؟ چون سواد ما ضعیف است. زمانی که مادری سواد ضعیف داشته باشه قطعا آگاهی کمتری داره و زمانی که آگاهی کمتری داشته باشه شیوه صحیح فرزند پروری رو هم درست یاد نداره. پس بنابراین چی میکنه؟ یا از پدر مادر خود یاد گرفته، آنچه که آنگونه که او تربیت شده همان گونه اولاد خود تربیت میکنه، یا به اطراف نگاه میکنه که دیگران چه رقم اولاد خود تربیت میکنه، سعی و ناسعی هم الگو رو سر اولاد خود پیاده میکنه. حالا جای نتیجه میده یا نمیده، این رقم است که متاسفانه. و خانم علیزاده، فکر میکنم این یک گپ صحیح باشه که یک نفری از بزرگان کشور ما گفت او کسی از تحصیل میترسه، او کسی از سواد میترسه که میخواد که به کشور ما خیانت کنه. و واقعیت هم ایست کسی از تحصیل خانوم ها میترسه و مانع میشه که یا عقلش نمیرسه یا ای که در ذهنش هست که یک روزی شوه ما در کشور خیانت کنم و ظلم در حق مردم بکنم. انشاءالله در یک برنامه‌ای که حالا بحثش داشته باشه من انشاءالله سعی میکنم این مسئله رو باز کنم. فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که تحصیلات یا سواد آگاهی میاره، آگاهی مطالبه گری میاره. یعنی چی؟ یعنی حق حقوق خود میشناسی، مطالبه میکنی. و به یک دلایلی که زنهای ما از تحصیل محروم میشه اینه که آگاهی پیدا نکنه و چون نتیجه آگاهی مطالبه گریه، مطالبه نکنه حق حقوق خود، برای همین میان از ریشه قطع میکنن که دنبال تحصیل نباشه. بله بسیار تشکر. یک میان برای خواهش میکنم. ببینیم بینندگان عزیز و محترم،
از طریق شماره تماس برنامه که حتما همکاران من زیرنویس کردن، میتونید که همین الان هم با برنامه خودتون در ارتباط شید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید برای ما روان بکنید، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. محترم ما سلام مجدد تقدیم به شما و سلام به عزیزانی که نو به جمع ما پیوستید. ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده در مورد موضوع دروغگویی کودکان که یک مسئله جدی برای تربیت اولاد است. خانم علیزاده، شما فرمودید که تربیت کودک نیاز به آگاهی داره و نیازمند است که در واقع شاید یکی از مراحل و مراتب آگاهی ای باشه که ما اولاد خودمون را درست بشناسیم، خصوصیاتش را بشناسیم و طبق او خصوصیات تربیت بکنیم. در خدمت شما هستیم. بله، خب بحث کلی ما امروز در مورد اختلال دروغگویی هست. ما اومدیم ریشه یابی و زمینه یابی کردیم. بله. و گفتیم که خب میتونه چند عامل دخیل باشه. یک از عواملی که باز هم خدمت شما اشاره کنم اینه که چون دروغگویی چیزی نیست که کودک ذاتاً داشته باشه یا اینکه با دروغگویی متولد شده باشه، همراهیز باشه. انسان پاک هست. بله. یا پس دروغگویی یک عمل که از اکتسابی هست و کودک از محیط خود رو یاد میگیره. یک از عواملی که باعث ایجاد دروغگویی در کودک میشه پدر و مادری هست که چی بس خواسته و چی ناخواسته دروغ میگه داخل خانه. خب وقتی که پدری تلفن همراهش زنگ میزنه، خب به بچه خود میگه توی جواب بده بگو پدرت خانه نیست. خب عملا حالا گرچه شاید مصلحتی باشه، شما میگین که یک طلبکار باشه مثلا، یا حتی براحتی نه، بالاخره بنا با مصالح. خب مصالح طفل با مصالح ما فرق میکنه. بعضی میشه دیگه اونجا تشخیص نمیده که این پدرم به مصلحت گفت یا چی رقم شد یا نه دیگه. اون اهمیت رو درک میکنه. خب پس پدرم دروغ گفت، خودش اینجا حضور داره و عملا داره دروغ میگه، پس من میتونم دروغ بگم دیگه. یه پدرم هست، برای او الگو هست، برای او یه قهرمان زندگیش، خب دروغ گفته، یا یعنی میتونه همون کار انجام بده. همیشه میگن خانم علیزاده که فرزندان شما او رقم تربیت نمیشه که میگید، او رقم تربیت میشه که شما هسته. بله دقیقاً، اون رفتاری که میکنید بله 100%. باز حالا ما بیاین سخنرانی کنیم که شما دروغ نگید. یکی دیگه این که وقتی کودکان ما وارد گروه هایی میشه، مخصوصا در سن نوجوانی که بسیار برایشون دروغ گفتن جذابه، مخصوصا پسرها در سن نوجوانی وارد گروه هایی که میشن، خب هر کدوم از اون باز یک دروغ میگه که برای اینکه جلب توجه کنه و قهرمان سازی کنه. میگه من این کارو کردم، من با این فلان جا رفتم، من او رو زدم. بازی میگه من یک دروغ دیگه بازی شروع میکنه که من بودم که رقم کردم. خلاصه همین رقم به خاطری که جذابیت داره و تحسین میشه ما بین گروه، سعی میکنه که دروغ بگه. یعنی این رقم دروغ خانم علیزاده فکر میکنم تا نوجوانی و جوانی مدام پیدا میکنه. یعنی حتی یک جوان پیدا میکنه 25 سال از خود عمر گرفته، گپ کی میزنه یک دانش از بله اصلا دونه یک دونش راست نیه. متاسفانه این معمولا این رقم بچه ها وارد گروه هایی هستن که دروغگویی را یک امر جذاب میدانن که مورد تحسین هست. اینا شد کلی عواملی که یا زمینه هایی که باعث ایجاد دروغگویی میشه. و اما خب میتونه درمان هم داشته باشه. خب برای درمان دروغگویی که کودک ما تشخیص دادیم که همین کودک ما دروغ زیاد میگه یا به چه علت باشه، چه رقم باشه، اولین کار این است که ما بیایم علت یابی کنیم، ریشه یابی کنیم که چه علت هایی، چه انگیزه هایی، چه هدف هایی باعث ایجاد دروغگویی در اولاد میشه. وقتی شما یک مشکلی دارین، یک جانتون درد میکنه، خب پیش دکتر که میرین تا علت نفهمه نمیفهمه که دارو هم
در شما تجویز کنه. درسته؟ علت میفهمه که شما از مشکل از کلیه شماست، کبد شماست، کیسه سفرات، به همون اندازه هم دارو هم به شما تجویز میکنه. خب برای کودکی که رفتار ناشایستی داره مثل دروغگویی، شما در درجه اول باید علت از رو تشخیص بدین که آیا کودک من برای جلب توجه دروغ میگه؟ کودک من برای که فرار کنه از تنبیه ها و سرزنش های شدیدی که من انجام میدم در مقابل کار منفی زو، آیا به این خاطر دروغ میگه؟ کودک من آیا دوستان دروغگوی داره یا در گروه هایی هست که دروغ را بسیار تشویق میکنه؟ این رقم هست که یاد گرفتم. آیا من پدر و مادر خواسته نخواسته دروغ گفتم که کودک من یاد گرفته؟ تمام همین عواملی که خدمت شما عرض کردم برای دروغگویی را شما بسنجین که کودک شما به کدام علت دروغ میگه. وقتی علت پیدا کنین به راحتی راه درمانش هم پیدا میشه. وقتی میبینین کودک شما محبت کمی دیده، جلب نیاز به جلب توجه داره، خب سعی کنین با محبت کردن این مشکل، این نقص ارضا کنین، سعی کنین که نقص برطرف کنین، سعی کنین که جبران کنین و محبته، چون که میفهمین که کودک شما مشکل دیگه ای نداره و فقط برای جلب توجه هست که دروغ میگه. اگر شما خیلی تنبیه شدید میکنین که کودک شما میترسه سرزنش شوه، میترسه که مسئولیت یک خطای خود به عهده بگیره، بس مشکل از شماست. گاهی وقتها لازمه برای خطاهای کودکتان چشم پوشی کنین. همون مثالی که سرتون گفتم که وقتی که مادر وارد خانه میشه و یک استکان شکسته ای را میبینه و همه کودک ها سکوت کرده، میگه کیش کسیش کس مسئولیت به عهده نگیره، خب مادر میتونه با یک تکنیک بسیار سیه امیر برطرف کنه. خب بچهای من هر کس شکسته خودش بگه، من تنبیه نمی کنم، من کاری ندارم، فقط مسئولیت کار خود به عهده بگیره. هر کس که در این شکسته، اما مادر معمولا مادر میگه من کار ندارم، بگوی وقتی که او اعتراف میکنه با زنم و مادر ایره تنبیه میکنه، یک دروغ دیگه نگه دیگه. وقتی که میگه من کاری ندارم، خب مثلا یا الله اون بچه کوچیک خانواده یا کلان خانواده میگه من شکستم، خب بچه من خیر است، مواظب باش، برو جمع کن که بعد من سرگرم خود باشه، رقم نباشه که فقط مقصر بشناسه و باز شروع کنه بعد تنبیه، چون دفعه بعد بچه‌ها بسیار زرنگ است، دفعه بعد باز اون مسئولیت به عهده نمیگیره. یادشون میمونه که مادرش سرگرم خود نمیمونه. پس بسیار مهمه که سرگرم خود باشه. خب پس گفتیم علت یابی کنه و یکی دیگر این که ببینید وقتی که متاسفانه خب الگوهای نامناسب خودمان باشیم، خب بسیار طبیعی است که قطعا بچه هم یاد میگیره. سعی کنیم که خود رفتار خود، عمل خود، سعی کنیم که درش دروغ نباشه که تا کودکان ما او را یاد نگیره. و بسیار مثلا راههای درمان دیگه که خدمت شما عرض شد، با توجه اینکه گاهی وقتا ممکنه که وقتی کودک دروغ میگه شما احساس میکنه از بیرون بر اومده، میگه که مادر جان داخل کوچه این خبر است، یا مثلا فلان زد و خورد دارم، سایه جنگ کرده فلان. خب بگذارید کودک شما احساسات خود بریزه، بگویه خب بچه دیگه چه خبر، چی شده، خب خانه همسایه جنگ شده، او را زده، پلیس اومده فلان کرده، شما میفهمین که کل دیگه گواهی خب در این شرایط خود من زده. خب مثلا من به خودم فکر میکنم، ما اگر که با طفلم عمو لحظه بگویم که تو دروغ میگویی، کمتر دروغ بگویی را یا راستش را بگویی، به شخصیت طفل ما شاید صدمه وارد شوه، عزت نفسش خدشه دار شوه. شما گوش کنید، خب اول شنونده خوبی باشید، بگذار طفل شما بگه، احساسات خود خالی کنه. خب بچه من داستان خلاص شد، خب خیر به نظر واقعیت داشته باشم، اگر مثلا خانه همسایه جنگ کرده یا پلیس آمده، چرا کوچه خلوت است؟ چرا کسی بیرون نیامده؟ چرا من صدایی نشنیدم؟ من تازه مابین کوچه بودم، چطور شده چی من؟ خب این فهمید که مادر فهمیده داستان شما دروغ است. خب فرصت خوبی است که برای او آموزش بدین راست گفتن را. خب بچه من به نظر من این داستانی که شما در مورد همسایه نقل کردی داستان بوده، واقعیت نداره، سعی کجای دیگه ای را نقل نکنید، به گوش همسایه نرسه و بعد بیاین در قالب یک داستان بچگانه عواقب دروغگویی را در کودک خود آموزش بدین. چرا رقم؟ خب یک داستان حیوانی انسانی شما نقل میکنین که در این داستان یک شخصیت دروغگو بوده، یک شخصیت راستگو بوده، عواقبی که راستگویی داشته و عواقبی که دروغگویی داشته تفاوت این دوره در نتیجه این داستان برای کودک خود بیان کنید به صورت بسیار داستانی بسیار کودکانه ای، مثلا حیوانی باشه، هر رقم باشه، داستان چوپان دروغ، آره چوپان دروغ، به هر حال به هر چیزی شما میتونید بسیار داستان قشنگی رو تعریف کنید که در او کودک خود بفهمین کسی که دروغ گفته در این داستان به چی نتیجه رسیده و کسی که راست گفته در این داستان به چی نتیجه. عملا با این داستان خود شما ارزش راستگویی رو در کودک خود
آموزش میدین و عواقب و تبعاتی که دروغگویی داره او را هم به کودک خود آموزش میدین. خب علیزاده، گاهی خود در فرهنگ ما در واقع میشه گفت ضد فرهنگ اتفاق میفته، یعنی داستانهایی ما الان در خاطر می نقلای پادشاهی یا داستانهایی که قهرمان داستان با دروغگویی کار خود پیش میبره، آخرش هم با دختر پادشاه ازدواج میکنه، خوشبخت هم میشه. نه خب این رقم یعنی داستان‌ها نتیجه اخلاقی مناسبی نداره. نتیجهش این میشه که در فرهنگ ما متاسفانه یک نفر که بسیار دروغگوی باشه، اگر دروغش بسیار خوب باشه و اصطلاحاً میگه بچسبه، میگن که چقدر فرد رند و هوشیار و زیرکی بود که چنین حرفی را زد. خب شما باید به کودک خود این آموزش رو بدین که اون کسی که با دروغگویی یا با همون جدل یا با رندی تنسته یک موفقیت رو کسب کنه، آیا به نظر شایسته موفقیت هست؟ نه. چرا؟ چون حق کسی رو دیگر قطعا پایمال کرده، قطعا حق دیگر کسی دیگر رو ضایع کرده. با آیا وجدان از او راحت هست؟ نه. خب میگی بچه مگر شما جای کسب بودین، جای قهرمان بودین و با این روش شما به پیروزی میرسیدین و با این روش شما به خواسته خود میرسیدین، به نظرت از ته قلب خوشحال بودی؟ به نظر احساس اون رضایت درونی رو میخوایم بگیم، اون وجدان رو میخوایم بیدار کنیم دیگه، درسته؟ که شما با از ته قلبت واقعا خوشحال هستی. وای تو در شنیدن این داستان واقعا خوشحاله که این قهرمانی داستان با دروغگویی با نیرنگ به خواسته خود رسید. قطعا بچه طبیعتش صاف پاکه و میگه نه من خوشم نیامد از این قهرمان یا از این کسی که با این نیرنگ و حیله و دروغ به مثلا پادشاهی رسید یا به یک بالاخره خواسته خودش، خوشم نمیاد. چرا؟ چون دروغ گفت. خدا خیلی راحت میتونه. من بسیار امی باز نکته برایم خوب آمد که شما میفرمایید که در کودکی در مورد عواقب مسئله صحبت کنیم، چون یه خود میبینی که یک نفر مثلا سن و سال داره، 25 6 30 ساله انسان است، سعی میکنه با دروغگویی خود به یک مرتبه و مقام برسونه. خب این با دروغگویی خود به اونجا رسونده، وقتی مور اعتماد به نفس حضور در اونجا نداره، همیشه در درون احساس افسردگی میکنه، احساس ترس میکنه. من زیاد با افراد مواجه شدم، مگه این فرد یک مادری داشت که در طفولیتش کدش راستش هم میگفت راهنماییش میکردی به راه کشیده نمیشد، شاید الان این بار مسئولیت سنگین و این بار وجدانی سنگین بر روی دوشش نمی بود و زندگی آسوده تری می داشت. خواهیم ازاد در حد یک دقیقه اگر یک جنبندی بفرمایی تشکر میکنم. بله بله، یک اختلال بسیار نادرست ناسایی است دروغگویی که اگر در کودکی اصلاح نشه متاسفانه عجین میشه با شخصیت کودک، وقتی کلان میشه، وقتی کودک با دروغگویی کار خود پیش ببره. در نوجوانی ببینه با دروغ موفق شد، در جوانی ببینه که با دروغ گفتن شغل بسیار خوبی رو کسب کرد، باز تجربه کنه ببینه با دروغ گفتن پس مدرک تحصیلی خوبی رو گرفت، اما این میمانه جزء از شخصیتش میشه و به قولش وقتی که در یک جایگاهی رسید درونن بالاخره احساس اون عذاب وجدان و اون رضایت درونی رو نداره، چون خودش میدونه که با زیر پا گذاشتن چه حقهایی او به این جایگاه رسیده و اون جایگاه و یا اون شغل متناسب یا حق او نیست، بلکه با دروغ نیرنگ بوده که دیگه جارسته متاسف. اگر از کودکی درمان شوه باعث میشه که ما کودک ما راستگیر یاد بگیرد، با تبعات دروغگویی آشنا شوه و او ذات و اون تینت پاک یک کودک اجازه نمیده که دروغ بگه. بسیار بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار استفاده کردیم، بسیار عالی. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان بزرگواران، امروز مصادف با دهوالعرض است، روزی که در واقع میشه گفت دهوالعرض آغاز رحمت واسعه خداوند است که شامل حال تمام موجودات شد. بسم الله الرحمن الرحیم در دهوالعرض معنا پیدا میکنه، انشالله که بسم الله کامل شود، انشالله با ظهور رحمت خاص خداوند و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.